اینجا هستم که نذارم حق برادرم پایمال بشه. اگر من خودم رو معرفی نکردم، اگر چهره من رو نمیتونید ببینید، فقط به خاطر اینکه فشارهای امنیتی خیلی روی ما هست و خانواده رو تهدید میکنن به کشتن، به گرفتن، اجازه ندادن زندگی کردن، و به خاطر همین من نمیتونم خودم رو معرفی کنم. اما باز هم با تمام این شرایط من سکوت نمی کنم و میخوام بدونم که چرا برادر من رو کشتن. بعد از اون پدرم هر روز به دادگاه‌های مختلف میرفت، از ارگان‌های مختلف شکایت کرد و الان بعد از گذشت 2 سال هیچ جوابی به پدرم ندادن. و بعد از 1.5 سال که حکم برادرم اومد، نوشته بود که از بسیج خورده و شما حق هیچ گونه پیگیری ندارید. به معنی دیگه یعنی که کشتیم که کشتیم. و اولاش که پدرم میرفت دادگاه و پیگیر قتل برادرم بود، بهش میگفتن اگر خودت بیای تو رو هم دستگیر میکنیم. اگه ممکنه به دادگاه لطفاً بگید که بر اساس این گزارش کادرشناسی علت مرگ برادر شما چی بود؟ که به شکمش خورده بود و علت فوتش خونریزی بیش از اندازه بود. برادرم کل بدنش سالم بود، هیچ مشکلی تو هیچ جای بدنش نبود و فقط علت مرگش خونریزی بیش از اندازه بود. و اینکه به برادرم نرسیده بودن و وقتی برادرم تیر میخوره تمام اطرافش رو به گلوله میبندن و نمیذارن هیچ کسی بهش نزدیک بشه که برادرم از روی زمین بلند کنه. و برادر من 1 ساعت زیر بارون میمونه و هیچ که بلندش نمیکنه. خیلی واقعا متاسف هستیم که این رو میشنویم. شما میگویید که برادر کوچکتر شما هم بهش حمله شده و اذیت شده به وسیله افراد وزارت اطلاعات، افراد اطلاعاتی. به ما بگید که چگونه بهش حمله شده، وضعیت چی بوده و الان وضعیت چی هست؟ پیام‌های تهدیدآمیز به برادرم میفرستادن و 2-3 بار میخواستن با ماشین به برادرم بزنن و قصد کشتن برادرم رو داشتن. الان با مرور زمان همچنان تهدید میکنن و زندگی من و بقیه اعضای خانواده همچنان در خطره.